دوستان عزیز، این هم تصحیح اتمسفری با استفاده فلش انجام شده است. شما تصویر سمت راست میبینید یک تصویر را دیتا یا دیتا خام است و تصویر سمت چپ یک تصویری است که تصحیح فلش بالاش انجام شده است و میبینید تمام جزئیات ساحه را با یک درخشندگی خاص و همچنان با یک نویز هایی که در مساحه بوده او را با استفاده از کامند به نام فلش ما ای را از بین بردیم. خب دوستان عزیز، اگر می خواهیم چونین کار یا چونین آموزش را بدانین که چطور بتوانیم نویز های که در یک تصویر است یا غبار که در تصویر است ای را از بین ببریم، شما می توانید آموزشت تا آخر بیننده باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و خسته نباشید دوستان عزیز، باز هم خوش آمدید به کانال جی آی اس و سنجش از دور، آموزش های کلان تخصصی بخش سنجش از دور و جی آی اس در این کانال مورد بحث قرار می گیرد. محصلین محترم، امروز بالای مبحث به نام فلش اتمسفر کرکشن یا تاثیرات اتمسفری با استفاده از فلش ما می خواهیم آموزش ترتیب نماییم. دوستانی که علاقمند هستند به تصحیحات اتمسفری که در زمینه تصحیحات اتمسفری IAR correction و quick correction قبلا ما آموزش ترتیب نموده بودیم، فعلا همچنان در سابتایتل این آموزش است و همچنان در کانال ما این دو آموزش موجود است. در این آموزش دوستان عزیز، ما بالای تصحیحات اتمسفری با استفاده از کامند فلش در محیط سافتیر NV ورژن 5.6 و همچنان با استفاده ایمیجری لنسد 8 ما میخواییم این تصحیحات اتمسفری را انجام بدهیم. یکی از تصحیحاتی است که کلن تمرکزش بالای اتمسفر کرکشن است یا تصحیحات اتمسفری است و یکی از زبردست و قدرت ترین تصحیحات اتمسفری در سافتیر NV شمارده میشود. دوستان عزیز، این آموزش شامل رادیومتریک کالیبریشن است و همچنان در این زمینه ما در رادیومتریک کالیبریشن قبلا آموزش ترتیب نموده بودیم و کلن جزئیاتش در زمینه ما قبلا آموزش ترتیب شده. دوستان که علاقمند به ازی هستن که با جزئیات رادیومتریک کالیبریشن بدانند میتونن از کانال ما دیدن نمایند. و موضوع دوم که فلش فول آپشن است، اما آپشنی که در خود فلش هست مو پنجره یا ویندوی که هست ما کلان رو توضیحات انشاءالله میدهیم. خب دوستان عزیز، هر نوع سوال پیشنهاد باشد شما در زمینه میتوانین با استفاده از این راه های ارتباطی با ما در میان بگذارین. عزیزانی که به کانال ما جدیدن ملحق شده است میتوانن دکمه سابسکرایب فشار دهن تا از آموزش های بعدی ما مستفید شوند و همچنان می توانید آموزش ها را با دوستان خود شریک سازید و دکمه لایک را برای حمایت از ما فشار دهید. خب دوستان عزیز، حالا میریم در بخش عملی. خب محصلین محترمی، محیط سافتویر NV است. برای اینکه ما تصویر بیم باز کنیم از کامند به نام اوپن استفاده می کنیم و پوشه که در دیتا است یا در پوشی که دیتای لنسد شماست همون پوشه را باز کنین و فایل به نام MTL شما باز کنین. تصویر فعلا ظاهر میگردد. خب دوستان عزیز، از پن استفاده میکنیم و این تصویر است که صاحب مورد نظر ما است. ما میخواییم بالای تصحیحات اتمسفری را انجام بدهیم. خب دوستان عزیز، در تول باکس شما بنویسین به نام رادیومتریک کالیبریشن. رادیومتریک کالیبریشن بالایش دبل کلیک میکنیم تا این پنجره بیاید. دوستان عزیز، قسمی که میفهمین تصویر ما شامل مولتی اسپکترال است، پانکروماتیک است و ترمال اوکلوز است. میگه در این قسمت میگه دیتا سلیکشن کدام دیتا رو میخواییم بالایش همی عملی کرکشن های تصحیحات انجام شود. ما میگم فعلا ما
نیاز داریم به مولتی اسپکترال که بین باند یک تا الی باند 7 لنسد 8 است. این زمانی که انتخاب کردیم در این قسمت اسپیشل سابسید داره. اسپیشل سابسید میگه دوستان عزیز که کدام ساحر شما میخواییم بالاش کرکشن انجام بدین، میتونین به شکل دستی و ساحر انتخاب کنین. و در قسمت اسپکترال سابسید میگه کدام باند ها را شما میخواییم شاملش بسازین. من میگم باند امی کاستل یا ایروسل نباشه چون مورد نیاز من نیست و امی شارژ باند دیگه شامل امی سلکشن های مشه. حالا دکمه اوکی را کلک میکنیم، باز هم بالای دکمه اوکی کلک میکنیم. دوستان عزیز اگر میخواییم معلومات مفصل در قسمت تمام پنجره یا تمام آپشن ها داشته باشید، با مو آموزشی که ما قبلا گفته بودیم، دو آموزش به نام Ready Mate Calibration تمام جزئیات ما شرح دادیم. خب بخاطر از اینکه ما بیم تصحیح رادیومتریک انجام بدیم و رادیومتریک بخاطر انجام بدیم که بعد از تصحیح فلش انجام شد، به اون منظور ما در این قسمت یک آپشن داریم به نام Apply Flash Setting. این اوتوماتیک کلیک میکنیم و تمام جزئیات چی میشه به شکل دیفالت فلش تغییر میکنه. بعدا در اوتپوت فایل نیم کلیک میکنیم و باید پوشی را مد نظر بگیریم. دیتا ما در ذخیره شد دوستان عزیز. دیتا در این قسمت ما میگیم به نام لنسد رادیومتریک و حالا بالا دکمه اوکی کلیک میکنیم. چند لحظه زمان میگیره تا امو کرکشن ما انجام شه. خب در قسمت تول باکس دوستان عزیز، خب دوستان عزیز در قسمت تول باکس ما تایپ میکنیم به نام فلش. بالای فلش اتموسفر کرکشن ما دبل کلیک میکنیم تا مو پوشه با ما زایل شد. خب دوستان عزیز در قسمت انپوت ریدیانس ایمیجری ما لنست ریدیومتری که اوکی میکنیم و در این قسمت یوز سنگل اسکل فاکتور فور آل بامز جس اوکی. آوتپوت رفلکشن فایل در این قسمت مو پوشه که دیتا رو میخوایم داشت ذخیره کنیم دوستان عزیز، او را مورد او پوشه را انتخاب میکنیم. در این قسمت به نام میگیم که لنسد فلش و آوتپوت دیکشنری فلش فایل، فایل های اضافه ایش هست میگه در کدام ساحه مثلا در کدام قسمت در کدام پوشه ما را ذخیره کنیم. شما مو پوشه را برش معرفی کنید دوستان عزیز. در این قسمت به نام دیتا اوکی و روت نیم فور فلش فایل. بعد دیتا هایی که نیاز است که دی پروسه مثلا ساب شوه با کدام مخفف ساب شوه، این ما میگیم فلش. خب دوستان عزیز latitude longitude یا بعد دیتا هایی که فعلا انزرت شده ای به شکل اتوماتیک زمانی که ما می دیتای ریدیانس خود یا می دیتایی که بالاش رادیومتریک کالیبریشن انجام دادیم به شکل اتوماتیک تمامش ستاپ میشه. چرا ستاپ میشه دوستان عزیز؟ شاید سوال برانگیز شوه. چون ما دیتای MTL لنسد باز کردیم، در MTL لنسد تمام جزئیاتی که در متا دیتا است شاملش میشود. به همین منظور تمام حتی لیتیتیود و لانگیتیودش به شکل اتوماتیک اینجا انتخاب شده. خب دوستان عزیز در این قسمت میم سنسور تایپ قسمی که شما میفهمین که ایکی هایپر اسپکترال داریم و ایکی مولتی اسپکترال. خود لنسد میفهمین که مولتی اسپکترال است. میم در قسمت مولتی اسپکترال و ما لنسد اشت اولای انتخاب میکنیم. این که انتخاب کردیم سنسور آلتیتیودش اوتوماتیک انتخاب میشه دوستان عزیز. ما پیکسل سایزش اوتوماتیک است و گراوند الیویشن مهم است. خود دوستان عزیز اینه میتونیم چه رقم انتخاب کنیم. اینه می ساحه مثلا ساحه مورد نظر ما رو میرین در گوگل ارت،
اگر دیتای صاحبیش باشه خوب است. ما از این قسمت مثلا یک جی پی اس پوینت گرفته باشیم و ارتفاع زیر میگه مثلا چقدر ارتفاع داره، این خوب است. اگر ایام نباشه شما میتونین از گوگل ارت پرو استفاده کنین، همین ساحه رو بیارین بالا چک پوینت بگذارین و ارتفاعش ببینین چقدر ارتفاع داره. فعلا ما به طور تخمینی چون به کیلومتر است میگم 0.01 کیلومتر و که 0.001 یعنی مو 1 متر در ساحه. خب دوستان عزیز، فلایت دیت و فلایت تایم ای ما از خود MTL دیتا را باز میکنیم و میبینیم که می در کدام زمان چی شده دیتا برداشت در سطح زمین. خب دوستان عزیز، یعنی MTL دیتا است. من MTL دیتا را با استفاده وردپد باز میکنم. از بکگراند ساوند بکگراند نمیشون لذت ببرین، جالب است. خب دوستان عزیز، در این قسمت ما داریم برام دیت تایپ. ما باید امو دیت که تصویر برداری شده دوستان عزیز و دیت پیدا کنیم، یعنی دیت اکیزیشن و تایم زونش 2021-9-27 2021 است. سپتامبر هم 9 دوستان و 21 بود به نظرم اشتباه نشه 27. ببینید که تا به شکل اوتوماتیک همو تایم دیتا هم گرفته چون ما MTL استفاده کردیم. 7-26-34 7-26-34. خب دوستان عزیز، دیگه در قسمت اتموسفریک مدل یا مدل های اتموسفری است که ما باید کدام نوع زیر انتخاب کنیم. در این قسمت دوستان عزیز بعد دیتا ها است که ما به شما ده ای را ظاهر میکنم. دوستان عزیز، این دیتا هایی است که به اساس لیتیتیت و لانگیتیود و به اساس ماه ها میگه کدام مدل ما انتخاب کنیم. شما ببینید دیتا های ما در کدام ساحه است، لیتیتیت است میسی واف و خود دیتا ما فلایت دیت شه سپتامبر. سپتامبر در این قسمت سی و اف درست است، ایشی پوشه یا ای رو شاملش میشه و سپتامبر است. دوستان عزیز سپتامبر میتونین ترافیک انتخاب کنین، تیک ترافیک میشه تین قسمت تروپیکال انتخاب میکنیم دوستان عزیز. و ایروسل مدل، مدل رسول با اساسی عزیز مثلا میگه که مین تایم از اربان توپوگرافی که شما میبینید صحیح ایما صحیح است که صحیح سکونت هم است، صحیح توپوگرافی هم داره. ما در قسمت میگم یک صحیح چی است اربان یا اربان هم میگیریم برش. خب دوستان عزیز، در این قسمت ارسل مدل ما مدل اوربان شهری است و روستایی ما میم در قسمت رولر این انتخاب میکنم که مثل میگه روستایی است. دیگه همه چیز دیفالت میگذاریم. میم در قسمت مولتی اسپکترال سیتینگز و در قسمت کیوفمن در این قسمت assign default value based on retrieval condition. دوستان عزیز، اگر ساحه ما ساحه بود مثلا overland بود، یک ساحه زمینی بود، این قسمت اول انتخاب میکنیم. اگر overland retrieval این شامل دو بخش میشه که مثلا اگر این باندا شامل مثلا امی یا بگیم باندوید لنسد ما بود، امیجری ما هر باندویده که داشت من میبینیم از یار انتخاب میکنیم. و اگر ساحه ما ساحه آبی بود و آور واتر انتخاب میکنیم. فعلا ما ساحه ما یک ساحه هسته که مثلا ساحه خشک است، ساحه زمینی است و در قسمت اول آورلند انتخاب میکنیم. بعدا بالای اوکی کلیک میکنیم و در قسمت بعدی بالای اپلای کلیک میکنیم. دوستان عزیز، و یکی از مدل های زبردست محیط NV است و امو
تاثیرات اتمسفری با دقت خیلی بالا انجام میده، به همین مدود زمان بر است، با شاید یک دقیقه در بر بگیره. دوستان عزیز، خب دوستان عزیز، فلش پروسیش انجام شد، دن شد، ویر کلوز میکنیم. در قسمت دیتا منیجر ما لنست فلش داره میره، میگیم که لود سی آی آر. اگه بیم از ویو ریپرتیکل ویو استفاده کنیم، یک مقایسه کنیم دوستان عزیز که برای شما واضح دیده شوه که کدام جزئیات در کدام بخش است، یا مثلا چه تفاوت هایی داره که اگر ما دائم کرکشن انجام بدیم واقعا. در این قسمت میگیم که خب باشه، تطبیق کنیم و همچنان انتیلیشن با مزرعت که انتیلیشن جست. خب باشه، لند رجیمنت بگ، لند رجیمنت بگ انتیل. در قسمت ویو می آیم، لینک ویوز و لینک هال. اوکی، ما در قسمت می بینیم پنجره، می بینیم پنجره هست که دیتا ریدیمتریک بالایش تطبیق شده. با شما تغییرات چه گسترده می بینیم چقدر تغییرات داره. و از قسمت به نام اسپکترال پروفایل شما می فهمید که این ساحه ساحه زرایی است. این وان ویو کنی خوبتر میشه. بله، این ساحه را شما ببینید که مثلا ساحه زرایی است و مو تیف پروفایل تیف شما میبینید که به اساس چی است، چون بعد کتابخانه را شما دیده باشین که تیف های صاحبی گیاه به می شکل است. میبینید دقت خیلی بالا است و تیف گیاهی را ما در این قسمت، یعنی به خاطر از یک ببینیم که اوالویشن کنیم که همی فلش بهترین کار انجام میده نمیده، ما میایم از اسپکترال پروفایل انتخاب میکنیم و مثلا محیط های زیرایی را چون میدانیم که مو اسپکترال پروفایلش به چی گونه است و می میبینیم که دقتش بالا است. و یک موضوع دیگه دوستان عزیز، لند فلش در قسمت کوک استاتش اگه بیاین میبینیم که چون شما میفهمین که خوب چی میگن مو ولیوش مثلا مینش و مکسش، میبینیم که بسیار یک دیجیت خیلی بالا است. این باید چی شود؟ ریسمپل شود دوستان عزیز، چون می رفلکشن که انجام میشه یا سرفرس رفلکتانس خود می فلش یا تاثیر اتمسفری که انجام میشه دیتایی که بعد اسم می سرفرس رفلکتانس است. سرفرس رفلکتانس باید بین 0 الی 1 ارقام داشته باشه. با این منظور باید ما از قسمت تول باکس ایر کلوز میکنیم و میگیم که مد و می میره ریسمپل میکنیم، میگونم کلوز میکنیم، میگیم که مات بون مات بون مات، دبل کلیک میکنیم. دوستان عزیز، ما فرمولا از قبل اینجا یادداشت کردیم، شما این فرمولا میتونین که کپی پیست کنین یا بنویسین براتون کپی پیست. این نیاز نیست که فرمولا ما باید از یاد داشته باشیم، این فرمول در اینترنت میباشه همیشه دادم. ایرتانا شما کپی کنین، در قسمت انتر ان اکسپرشن کنترل وی کنین و ایرا میگیم با مذرت
و میگه که بی یک ما گریتر ایکوال 10000 باشه. چرا 10000؟ چون هم ولیوی که میبینیم مینیمکسش از 10000 زیاد نمی باشه، به این منظور 10000 گرفتن 10000 باشه ضرب یکش کنه و جمع بی یک گریتر دن 0 اند بی یک لیس دن 10000 باشه ضرب فلوت بی یک تقسیم 10000. این را فیلن میگیم اوکی. در این قسمت اگر ما بیم لنسد فلاش انتخاب کنیم انتخاب نمیشه، این میگه یک باند انتخاب کن. ما میخواییم بالای کل فلاش باید، یعنی بالای تقریبا 6 باند امی پروسه انجام شود. به این منظور میم map variable to input file و لنسد فلاش انتخاب میکنیم، میگیم اوکی و اوتپوت خود چوز میکنیم به نام در این قسمت میگیم final file says لنسد final flash و بالای دکمه اوکی کلیک میکنیم. در این قسمت دیتا با ما میایه. اگه ما بیاییم بگویم که کویک استد، دیتا همو دیتا است، تغییر نکرد. اما تنها ما آمدیم که مو رنج ولیوش بین 0 الا 1 قرار بدیم. دهید اگر هر نوع سوال باشه میتونین در می آموزش کامنت کنین یا با واتساپ نمبر ما مسیج کنین. تا دیدار بعد، بدرود.